با سلام به شما بینندگان گرامی برنامه جهان کتاب و برنامه 12 از نقد اقتصاد سیاسی رو آغاز میکنیم به همراهی رفیق گرامی عباس منصوران. با درود به شما. درود میگم خدمت شما رفقای عزیز، همراهان گرامی در هر کجا که هستند و شما بینندگان گرامی، در خدمتم یک بار دیگر جهان کتاب را با هم مرور کنیم. بله، در برنامه قبل در رابطه با ترکیب ارگانیک سرمایه دوباره صحبت کردیم، به تقاضای رفقای از کشورهای مختلف درخواست کرده بودند که موضوع ترکیب ارگانیک سرمایه رو بیشتر باز بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم که انجام شد و مسئله بحران رو یک مقداری بهش پرداختیم و دو مفهوم دیگه هست که قرار هست که امروز در رابطه باش صحبت بکنیم و فکر میکنم بهتره از مسئله یا مفهوم تورم آغاز کنیم. بله، به هر حال شما سوالی کرده بودین در گذشته در رابطه با بحران، اشاره شد که بحران چیه؟ بحران مکانیزمیه برای اینکه سرمایه‌داری مناسبتش رو نجات بده، در واقع ادامه چرخه تولید رو امکان پذیر کنه. مناسبت وقتی صحبت میشه، منظور من از بحران، بحران اقتصادی، یعنی بحران سیاسی داریم و بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، زمانی که خلاصه دچار یک مشکلی است که آنچنان که باید به طور طبیعی چرخ اون مناسبات نمیچرخه، دچار مشکل هست. بنابراین یک راهکاری هست بحران در واقع برای اینکه به چرخش نرمال یا طبیعی بکشانند اون مناسبات رو یا هدایت کنند. سرمایه داری وقتی دچار به اصطلاح عرضه بیشتر کالاها میشه، یعنی کالاها افزون تر میشه در بازار تا تقاضا، خب این کالاها خریدار کمتری یعنی داره. سرمایه دار چون دنبال سود هست باید کالاشو به شکلی آب کنه، مدتی دست از تولید اون کالا باید بکشه، یا از اونجوری که دنبال سود هست چرخه صنعتی رو ممکنه مدتی عوض کنه به طرف دیگه، یا حتی در بعضی جاها اضافه تولید رو از بین ببره برای که اون سطح میزان سودش به اصطلاح چیز نشه، کاهش آنچنانی پیدا نکنه. و در این شرایط به اصطلاح بتونه یک مقداری از اون کالای تولید شده که انبار شده رو بتونن بفروشن. بنابراین در این شرایط یه مقدار به اصطلاح رکود ایجاد میشه. رکود یعنی بازار راکت میشه، متوقف تا حدودی میشه خرید نسبت به گذشته. در این شرایط به اصطلاح سرمایه داری یکی از کارهایی که میکنه، یعنی منظور اینه که خرید فروش کمتر انجام میشه، خرید فروش مبادله کمتر انجام میشه. خب معلومه که تو صدمه اصلی راه های خونساسازی اون به اصطلاح کاهش نرخ سودی کش اینه که گفتیم در وهله اول به کارگرا هجوم میارن، نیروی کار رو اخراج میکنن در کارخانه، شدت کار رو بالا میبرن. یک کار دیگه که انجام میدن برای خونساسازی این وضعیت، به اصطلاح یک مقدار تورم ایجاد میشه. تورم از ورم میاد، یعنی باد میکنه، یعنی اینکه پولی که امروز طبقه کارگر مثلا به عنوان دستمزد میگرفت، چون دستمزد دو نوعه، حالا دستمزد اسمی و دستمزد رسمی. دستمزدی که اسمن مثلا امسال کارگرای ایران بهشون پرداخت میشه به طور مثلا تصویب شد، حدود مثلا 10% نسبت به سال گذشته بیشتره. سال گذشته 400 خورده بود، امسال مثلا حدود 10% اضافه کرده، اونم با هزار کلک و فشار و غیره. ولی میبینیم که تورم نزدیک 40-50%. معنیش چیه؟ یعنی ورم کرده. چی ورم کرده؟ پوله که ورم کرده، یعنی یک مقدار پول بیشتری باید ببری بازار تا همونقدر کالا رو بگیری. قبلا اینقدر پول میبردی، حالا یه پول ورم کرده میبری، حجم ورم کرده ممکنه در آینده یک کیسه پول ببریم. اینی که مثلا در جنگ جهانی دوم یا شرایط خاصی
وقتی پول میبردن برای خرید نان از توی ساک بزرگ میکردن مثلا یه تخم مرغ تو آلمان یه میلیون مارک بلد. بعد وقتی میرفتن پولا رو میریختن اونجا وقتی نون تموم شده بود چون نون قطعی هم بوده اینا دیگه فقط کیسه رو بر ساک رو برمیگردن چون پول دیگه به درد نمیخورد به جز مثل کاغذ بود. حالا شاید به تعریف پولم برسیم. بنابراین اینفلاسیون یا اینفلیشن به انگلیسی همون تورم هست که به زبان ساده پول ارزش خودش رو از دست میده، پول کاغذی، پول سکه‌ای، و دولت‌ها، حکومت‌ها سعی میکنن پول چاپ کنن، پول بدون پشتوانه. پول باید همونقدر که پول تو بازار است بایستی به اندازه هم ارز آن هم طلا یا نقره در خزانه دولت وجود داشته باشه. وقتی ندارن پول تزریق میکنه. در ایران یکی از کارهای حکومت اینه که پول کاغذی بدون پشتوانه وارد میکنه. خب این یعنی پولی که ارزشش از دست داده، یعنی همون مزد اسمی کارگران یا کارکنان، دستمزد یا حقوقی که میگیره کارکن یا دستمزدی که کارگر میگیره، اینها به هر حال با مقدار پول بیشتری بایستی همون مقدار غذا رو بگیرن. یعنی به معنای اینه که چند ساعت باید مثلا کار بکنن تا بتوانند همون مقدار غذایی که در ازای کار کمتر در گذشته میگرفتن. این بهش میگن به طور خلاصه تورم. ترم دیگری که به اصطلاح موقع است رکود تورمی وجود داره، یعنی هم رکود هست هم بازار در حال راکت هست، به اصطلاح در حال رکود هست و بازار راکت شده، رونق نیست، رونق مخالف رکود هست. یعنی داد ستد راکت شده تقریبا در همه سطوح و تورم هم وجود داره. این دیگه در واقع قوز بالای قوز شده، یعنی همزمان هم تورم هم رکود اقتصادیه، هم ارزش پول از دست داده شده، دست رفته، هم بازار دچار رکود هست. در واقع این نشانه های بحران هست. حالا نشانه بحران است. حالا این وضعیت کسادی اقتصادی که اصطلاحا در انگلیسی بهش میگن، اگه من اینجا بتونم نشون بدم، اکونومیک ریسیشن کسادی اقتصادی. این وضعیت موقعی که تو یه دوره چند، مثلا دوره 3 ماهه یا 6 ماهه ادامه پیدا کنه. این دوره به ساک رکود اقتصادی بعد از این به وجود میاد، دپرشن به وجود، دپرسیون. مثلا میگن فلانی دچار دپرس شده، چرا افسردگی و بیحالی شده، بازار دچار افسردگی اقتصادی در واقع، یا بهش میگن رکود اقتصادی شده، اکانومیک دپرشن. خب تو این مدت اگر اتفاقی نیفته، نه مثبت بشه و حدوداً رشد اقتصادی سالانه بین 2-3% باشه در هر کشوری، اگر رشد اقتصادی سالانه بین 2-3% باشه، بیکاری زیاد میشه، عرض کردم، و این رکود ایستایی وجود داره، این رکود مزمنی وجود داره، این رکود که ادامه پیدا میکنه، یعنی منفی نشده ولی رشد هم نمیکنه توی دوره 3-6 ماهه، اینو بهش میگن استاگنیشن یا توقف رکودی، توقف در بازار، اکانومیک استاگنیشن. برای که دوستانی که بعضی به اصطلاح به متون اقتصادی مراجعه میکنن با این ترما آشنا بشن، اکانومیک ریسیشن، اکانومیک دپرشن، اکانومیک استاگنیشن، این خودش به اصطلاح اگه رشد اقتصادی به پایین 2% باشه یا 0 باشه، اون موقع دیگه چی بهش میگن؟ دیگه بحران شدید اقتصادی رخ میده. و مثل در ایران، الان ایران زیر 0ه، نه 2-3%، یعنی ایران از مرحله اکانومیک استاگنیشن گذشته و به اصطلاح اینا قول داده بودن که تورم رو از 35% که بالای 50%، به قول آقای حسن روحانی قول داده بود که 70 خورده قول داده بود، حدود 30 خوردهش در مورد اقتصاد بود، از 30 خورده اقتصاد یکیش هم انجام نداده. به هر حال البته الان در رشد اقتصادی اروپا هم آماری که آخرین آماری که بیرون اومده هم همون 0% فعلا الان. دقیقا، یعنی این هم دوچار همون وضعیت بحران اقتصادیه که عرض کردم دیگه، از استاگنیشن هم بجا. مفهوم رکود در بیان اقتصادی گفتم به دو دوره 3 ماه، یعنی 6 ماه وقتی که رشد منفی داشته باشه در یک کشور بهش میگن رکود اتفاق افتاده. دوره‌ای که 4 تا فاکتور درش عمل میکنه، یکی این که تولید به اصطلاح این
عامل زیر، یه خورده باید اینو جزم جدا کنیم، در چهار عامل زیر کاهش رو بده، یعنی تولید بیاد پایین، درآمد سالانه درآمد بیاد پایین، حساب بکن درآمد کل، اشتغال بیاد پایین، یعنی نه تنها کارگران اخراج میکنن ولی اشتغالی هم استخدامی هم صورت نمیگیره، تجارت میاد پایین، یعنی در واقع صادرات و واردات، مثلا ممکنه واردات بیاد وارد بشه، به هر حال واردات زیاد بشه ولی صادرات پایین بیاد، مجموعا دچار بحران یا هر دو تا به اصطلاح کاهش پیدا کن. پس تولید، درآمد، اشتغال، تجارت همه بیان پایین، کاهش پیدا کنن، در این موقع است که در واقع رکود تو رکود و توی دوره 6 ماهه، دو تا 3 ماه حساب میکنن ببینن نسبت به گذشته چه اتفاق افتاده، این 4 تا فاکتور چه حالتی بهش دست داده. بنابراین حداقل بین 6 ماه تا 1 سال حساب میکنن، میگن این کشور دچار رکوده. به این ترتیب میتوان رکود بر این اساس به معنای این به اصطلاح آخرش جنبندی کرد که تولید ناخالص داخلی اومده پایین، تولید ناخالص داخلی در ایران منفیه. این مجموعه بود، خلاصه بود در مورد بهتره که یک مقدار در طب خود همین تولید ناخالص داخلی یک توضیح کوتاهی هم داده بشه که دقیقا به چه مفهومیه، اینو حتما چطوری حساب میکنه، حتما بهش خواهیم رسید، ولی چون من موضوع پول رو با هم صحبت بله. شاید چون الان مبحث پول رو تموم کنی یا میخواین یه میان برنامه باشه بهتره مبحث پول رو تموم پول ادامه بدیم. برای پول همیشه تو تاریخ بوده تقریبا، حالا نه به شکل اینطوری اسکناس یا سکه، ولی یک نمایندگی میکرده، یعنی وقتی که میخواد مبادله صورت بگیره بین انسان‌های به اصطلاح کمون‌های اولیه، زمانی که به فرض یک با هم به شکل رابطه و ارتباط می‌گیرن، کاتالیزاتوری بوده. آره، به هر حال بایستی یه چیزایی رو با هم مبادله می‌کردن، اگه جنگ و غارت و اینا صورت نمی‌گرفته، به اصطلاح کشاورز مثلا آرام آرام وقتی جامعه تقسیم میشه، چیزای مختلف به اصطلاح آرام آرام تقسیم کار و مناسبات شروع میشه، مثلا زمان آرام دیگه جامعه وارد پیشه‌وری و نه تنها بلکه دامپر، بفرض کن دوره دامداری از کشاورزی جدا میشه. خب دامدار ناچاره به چیزای کشاورزی، به کالاهای کشاورزی روی بیاره، نیاز داره، چون نمیرسه کشت گندم بکنه، یا نیاز به مبادله پیدا نیاز به مبادله بین این دو رشته بخش تولیدی. بنابراین چهار تا گوسفند ممکنه با مثلا 10 کیلو گندم، یا یک گوسفند با 10 کیلو گندم، خب اینا سخت بوده که یک گوسفند کوچیک بزرگ مثلا تو یک ترازو قرار بدن، یک چیزی که نماینده این دوتا باشه یواش یواش کشف میشه. ممکنه زمانی نمک بوده، ممکنه چیز طلا از میخوام بوده، این پول میاد وسط، ولی زمانی پول به تکامل و معنای اصلیش میرسد جای مناسبات سرمایه داریه، نیاز به پول به عنوان یک نیاز اصلی که در واقع بیان کننده یا نماینده همه کالاها باشه پول. بنابراین پول کاغذی هست که کاغذ خودش درسته برای ساختنش یه نیروی کار صرف شده، به اصطلاح سری مواد اولیه صرف شده، دستگاه ساخته بشه و اینا که پول تولید کنه، خود همین ممکنه ارزه، ولی این پول اگر نشه باش چیزی خرید، پول یه تکه کاغذه. پس توش چی نمایندگی میکنه؟ مقدار کار نمایندگی میکنه، این مقدار نیروی کار پول نمایندگی میکنه، پول بیان ارزش پیشرفته سرمایه داری است. پس سرمایه داری به یک بیان ارزش احتیاج داره، اسمش پول هست. پول ارزشش از کجا معلوم شه؟ از مقدار کار مجسمی که در یک کالا وجود داره، مثلا در یک کفش مقدار کاری که توش صورت گرفته، میگوین ارزش این مثلا 5 مثلا دلار هست، 5 مثلا یورو هست. خب پس ارزشش 5، این بر مبنای مقدار کاری که توش انجام گرفته. البته نه، کار متوسط جامعه رو در نظر میگیرن، پس معیار پول رو انتخاب میکنن. قیمت بنابراین یا ارزش، شکل پولی ارزش کالاست. پول کاغذی نماد یا سمبل ارزشه، به همین دلیل ارزش داره.
وگرنه میشه یه دفعه اعلام میکنن که این پول دیگه ارزش نداره. پس استاندارد قیمت هم هست، یعنی همون بیان ارزشی قیمته. وزن طلا یا نقره ای که پشتوانه پول هست توی کشور، مثلا 5 با 100 تومان با 1000 تومان چقدر چه طلا میشه خرید؟ 100 هزار تومان مثلا مقدار طلایی که پشت در واقع میشه با این پول خرید، این استاندارد قیمت در نظر میگیرن. این در رابطه با پول اگه بشه. بعد عاملی که باعث میشه قیمت طلا بالا پایین میره چیه اون موقع؟ این در رابطه دقیقاً با همون مثلا بحران هست، در رابطه با شرایط بازار هست، در رابطه با رکود هست، دوچار همین وضعیت میشه بازار. حالا فرصتش نیست که من نشون بدم یا روش دقیق صحبت بشه. پول دقیقاً از اونجایی که یعنی دست بسته به عرضه و تقاضا هست که در بازار این نوسانات به چه صورت هست. خب به این که الان که خیلی پیچیده تر شده مقداری، چون مسئله بورس و اینا اومده وسط، بازار سهام، قماربازی، همه اینا تأثیر میذاره، بحران ها، جنگ و به اصطلاح این که یک بخشی از یک صنعت مثلا فرض کن بورس نفت میره بالا، در شرایط جنگی میاد پایین، همه اینا رو مقدار به اصطلاح طلا تأثیر میذاره. ولی از اونجایی که به اصطلاح آنچنان باید در بعضی جاها تأثیر آنچنان میذاره که به ورشکستگی کشور میانجامه. پول وظیفه بنابراین داره در جامعه سرمایه‌داری که وظایف پنجگانه رو انجام میده. این از مارکس هست که وظایف پول رو در کتاب کاپیتال روشن میکنه. یکی معیار ارزشه که توضیح دادی، یکی واسطه گردش است. با پول میشه در هر جای دنیا یه چیزی رو خرید، بنابراین گردش کالا رو به وسیله پول امکان پذیر میسازن. نمیشه مثلا یک غیر پول، چون خیلی راحت پول میشه به صورت مثلا سباک یا حواله یا به هر اشکال خیلی ساده تر به قابل استفاده قرار بونون واسطه گردش. وسیله انباشت هم هست، جدا از که پول مثلا ثروت و به عنوان مثلا ثروت و ذخیره میشه، ولی همین طور باشه چون ارزشش هی میاد پایین دیگه رفته رفته پول باید انباشتش کرد، یک وسیله برای انباشت، یعنی گذاشت در رابطه با تولید، تجدید تولید. وسیله پرداخت هم هست پول. حالا سعی میکنن که دولت‌های سرمایه‌داری که دیگه پول و این به نام پول در واقع اسکناس که ما میشناسیم یا سکه رو این از میدان به در ببرن، به شکل دیگه به عنوان وظایف پول رو به یک چیزی میدن که شبیه پول هست، مثلا فرض کن اعتبارات یا اشکال مختلف. آرام آرام مثلا به اون پول، چون برای تولیدش بسیار در هزینه بر هست، نگهداریش، حمل و نقلش و غیر و غیره، یک چیزی دیگری رو سعی میکنن که همون در واقع نقش پول هست. وسیله پرداخت است به وسیله بانک ها به صورت تهاتر داد و ستد یا لغو بدهی کشورها به وسیله بانک ها. یکی هم پول جهانیه. پول در واقع به عنوان یک ارز جهانی، نه هر پولی. یک زمانی ارز پول جهانی یا ارز جهانی دلار بود. بعد که دیدیم دلار تو بعد از تورم سال 1329 دیگه آرام آرام وظیفه ارز جهانی نبود، یعنی هم ارز پول 1929 زمانی که دیگه هر دلار حرف آخر نمیزد. الان میبینیم که یک پولای خیلی پرقدرت‌تر اومده وسط، یورو اومده وسط، حتی پولی مثلا غیر از پوند و اینها، پول ارز ین ژاپن یا یوان چین اومده وسط. جنگ ارزها هست الان، جنگ دعوای بین پولا هست. اگه موافق باشیم به یه میان پرده بپردازیم و برگردیم.
sarar yaralı bedeni. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kal kader ve deva için, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. رفیق عباس منصوران گرامی در رابطه با تولید داخلی قرار بود صحبت کنیم که در ادامه صحبت رو به این بیشتر بپردازیم. من اگر بینندگان گرامی به خاطر بیارین، ما جدول بزرگی رو نشون دادیم که در اونجا در واقع توزیع رو نشون میداد، در جامعه توزیع ارزش اضافه و تولید رو نشون میداد. ارزش اضافه دیدیم که در واقع سخره تمامی چرخش یک جامعه هست. مثلا ایران در نظر بگیریم، ارزش افزوده طبقه کارگر هست که در سرچشمه کارکرد این مناسبات هست، خون میده به تمام جریانهای تولیدی، خدماتی، اقتصادی و همه این به اصطلاح جایی که سوخت و ساز کل جامعه رو ساز جامعه زنده باد. دقیقاً کلمه سوخت متابولیسمش رو دقیقاً سوخت و ساخت، ساختن یک جامعه رو و در واقع مجموعاً از ارزش اضافه میاد. خب وقتی صحبت از تولید سالانه میشه، یعنی اینکه به طور خیلی خلاصه ارزش پولی به مقدار که چقدر میارزه، چقدر تولید کرده در مجموع کالا و خدمات که در یک سال تولید شده در مثلا سال 2000 مثلا 14 یا 1399 هر تولید سال هر سالی تولید سالانه رو که چند میارزه در مجموعه همه کالاها که تولید شده و همه خدماتی که انجام شده جمع میکنن، میگن این تولید ناخالص داخلی است. اصطلاحاً بهش ملی هم میگن که توضیح میدم چرا میگن ملی. ناخالص چرا بهش میگن؟ چرا؟ چون این ارقام استهلاک ازش کسر نشده که چقدر مثلا کارخونه ها، ابزار تولید، جاده، راه ها، چیزهایی که مثلا زیر ساخت ها، مجموعه که ازش مثلا مستهلک میشه در طول سال. مثلا ماشینی که ما امسال خریدیم برای حمل و نقل یه کالا،
کالایی که باش میاد سال بعد این ماشین مقداری کمتر میارزه دیگه، این مستهلک شده. چرا؟ چون دیگه ماشین نو قبلی نیست. بنابراین این مقدار تولید ناخالص داخلی هست، چون استهلاک ازش استهلاک کلی که در کشور انجام شده ازش کم نکردن. اگر استهلاک ازش کم بکنن میشه تولید خالص. استهلاک چیه؟ شامل فرسودگیه که از کار طبیعی ماشینه، ماشین ابزار تولیده، مثلا ناشی از عرضه ماشین ابزار یا فناوری جدیده. چون یه فناوری جدیدی میاد، اون ابزار قبلی فرسودم آنچنان نشده که دیگه از بین رفته باشه اسقاط بدن، ولی دور خارج میشه، مد جدید میاد. فرسودگی ناشی از مثلا آتش سوزی میشه، زلزله میاد، اتفاقایی میفته. در مجموع استهلاکی که باید از اتفاقایی که در کشور میفته روی این ابزار تولید تاثیر میذاره و باید کم بشه تو تولید ناخالص، تو تولید سر ارزش این تولید، ارزش پولی به اصطلاح تاثیرگذار هست. حالا چرا میگن ملی؟ چون همه شهروندان یک کشور رو در بر میگیره، بر مثلا 75 میلیون حساب میشه، میگن تولید ناخالص سرانه بخش بر 75 میکنه. از این 75 میلیون ممکنه 7 8 میلیونش در خارج باشه، در کشورهای دیگه باشه. درآمدی هم که اونا دارن حساب میشه جز این چیزا، جز این درآمد ناخالص. درآمد ناخالص در واقع جی دی پی یا جی ان پی، گروث نشنال پروداکشن یا گروث جی دی پی، حالا اصطلاح انگلیسیش الان یه دفعه یادم رفت. این اصطلاحاً دوتا شیکیه، ولی برای که ملی واقعاً وقتی صحبت از ملی میشه گویا مثلا تو جیب ملت میره، ربطی به جا یعنی همه اینا سرمایه دارا عمدتاً سهم اصلی رو میبرن. منظور این که مثلا تقسیم برای همه شهروندان میشه دقیقاً. حالا چطوری حساب میشه تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی؟ یه تفاوت جزئی دارن که زیاد به اصطلاح آنچنان به اصطلاح چیز نیست، تاثیرگذار نیست، ولی میگن بهتره به جای جی دی پی به کار ببریم. مثلا به عنوان مثال برای نمونه، اگر شهروندان کشورهای دیگر مثل کشور ب هنگامی که در سرزمین دیگری مثل کشور الف تولید انجام دهند، مثلا ایرانیایی که رفتن در یک کشور دیگه، افغان شهروندان، مردم افغان، کارگران افغانی که در ایران زحمت میکشن، زیر ستم شدید مضاعف هستن، در اینجا تولیدی که میکنن آن تولید به مانند تولید ناخالص داخلی کشور الف شمرده میشه و همچنین تولید ناخالص ملی کشور ب نیز به شمار میاد، هم مال اون کشور هم مال کشور بی به حساب میاد. در محاسبه به اصطلاح تولید ناخالص داخلی یا ملی، درآمد افراد خارج از کشور که به آن کشور باز فرستاده میشه جمع میشه و به اصطلاح مجموعاً تاثیر میذاره، یعنی حساب میشه روی این قضیه. بنابراین جی دی پی و جی ان پی برای یک اقتصاد در یک اقتصاد اختلاف جزئی دارن که امروزه عمدتاً جی دی پی حساب میکنن. اینجا نوشته که یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. دقیقاً جی دی پی البته اینجا اشتباهاً انگلیسیش نوشته شده، باید نوشته بشه گروس دامستیک پروداکشن. این دی رو که من فراموش کردم اینجا هست. گروس یعنی ناخالص، دامستیک یعنی داخلی، پروداکشن پروداکت یعنی تولید، پس میشه گروس دامستیک پروداکت جی دی پی، تولید ناخالص داخلی. تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاده که ببینن این کشور جی دی پیش بالاست یا پایین. اگه رو به پایین باشه گفتیم که 2 تا 3% باشه تغییر نکنه توی دوره 6 ماه چیه، این دچار استاگنیشنه، رکود به اصطلاح اقتصادی ایستا هست، رکود اقتصادی ایستا هست. خب بنابراین این تاثیر میذاره. وقت گفتم کالاها از نظر مثلا مقدار ارزش پولیشون، خدمات نهایی، همه اینها
به اصطلاح حساب میشه و تو تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی. اینا که تعریفاش هست که نمیدونم وقت داریم که بعد تعریفا رو بخونیم. قسمت که مونده بود در رابطه با طبقه، اگه تو این وقت آخری که مونده بهش اشاره بکنیم، و در رابطه با این کتابی بودی که مدت هاست چاپ شده ولی هنوز شرح و تفسیر توضیح معرفی نشده، در واقع اسمش سازمانیابی ارگانهای انقلابی طبقه کارگر، اتحادیه شورا و حزب، نویسندهش عباس منصوران، و در تابستان پارسال چاپ شده و پیشکش شده به کودکان کار خیابان. بله، این نشر نخستش 2013 است و نشر خانه فرهنگی شاملو آلفابت ماکسیما، سوئد، استکهلم. فکر میکنم اگه توضیح بیشتری خودتون یک مقدار کوتاه خواستید. برای تو که شما توضیح دادین، فکر کنم برای صحبت در مورد محتوای این کتاب یه وقت دیگری که اگه رفقا بخوان در مورد این فصل‌تر صحبت بشه. ولی از اونجایی که من استفاده کرده بودم از سوالی که شما الان اشاره کردین و می‌خواید سوال کنید، طبقه از این کتاب استفاده کردم. خواستم بگم رفرنس من این کتابه و به اصطلاح کتابی که حالا خودم نوشتم. ولی پیش از اون میخوام که به عنوان مثال بگم که در ایران بخشای اقتصادی که مجموعاً تولید داخلی رو تشکیل میدن حساب میشه، که در بخش کشاورزی هست که کشت و کار و دامپروری و شکار و جنگلبانی و ماهیگیری و غیره در بر میگیره. بنابراین یکی از بخشای اقتصادی بخش کشاورزی در ایران که شامل اینا هست. یکی بخش نفته که در بردارنده نفت خام و فرآورده‌های نفتیه. سوم بخش صنایع و معادنه، مثل معدن، سنگ. چون بخش صنایع و معدن نفت از این دوتا جدا کردن، آب و برق و گاز و ساختمان اینا رو بردن جز بخش صنایع و معدن. بخش خدمات هست که تمام این خدمات مثل بازرگانی، هتلداری، مثل حمل و نقل، ارتباطات، خدمات و بنگاه های پولی و مالی و تمام منظور بانک ها و خدمات عمومی و غیره و غیره، به اصطلاح بهداشت و تمام اینا حساب میشه. بنابراین این اقتصاد ایران کافیه ما نگاه بکنیم ببینیم این حکومت در این بخش ها به اصطلاح بخش کشاورزی رو که تقریبا نابود کرده، چون میبینیم به ویژه این روزا صحبت میشه که جنگل فلان منطقه آتش گرفت. اینها به اصطلاح همون سران حکومتی هستن که بخشایی رو برای که بکنن زمین بایر و به هر حال ساختمون بسازن، و چون بیشترین الان درآمد یک شبه که میلیاردر میخوان میشن تو بخش به اصطلاح ساختمان است. بنابراین بخشای کشاورزی ضمن اینکه کاملا در حال نابودیه، ماهیگیری، کشت و کار و غیره و دامپروری و غیره، این بخش که دیگه تقریبا به قول خود مسلمان ها فاتحش خونده شد. بخش نفت هست که دچار وضعیت بحرانیه، و بخش صنایع و معدن هست که این هم سرنوشتش بهتر از بخش کشاورزی نی، همه در حال نابودیه، بجز بخش ساختمان که به اصطلاح اینها به ساز و بفروش ها، برج ساز ها، که همه از سران حکومتی هستن. بخش خدمات هم هست که بخش هایش ممکنه مثلا حالا هتلداری به گردشگری و اینا می رب داره، حمل و نقل بایستی یک صنایع رو حمل و نقل کنه، ارتباطات و خدمات هست که اینا همه دست سپاه و حکومتگرا هست، باندهای حکومتی سر همین هم دعوا دارن، و بانک ها و که همه در رابطه با ربا و غیره کار میکنن، و خدمات عمومی هم که دیدیم چه خدماتی در ایران تو بیمارستان ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، از هر علوم اینا چه وضعیتی است. بنابراین این وضعیت تصویری است که بایستی این در این چهار بخش چقدر فعال باشه که بخش اقتصاد یک جامعه به اصطلاح مثبت باشه یا دچار رکود نباشه یا دچار رکود هستش. در ایران در اینجاست که حکومت زانو زده و در حال به اصطلاح بحران شدید هست. در واقع این نتیجه گیری که میشه کرد از صحبت شما در رابطه با ایران اینه که این الف و ب و جیم و دال در واقع همیشه سیر نزولی و به رو به
نابودی داشته، در واقع تمام دوره جمهوری اسلامی میشه گفت توی بحران بوده. دقیقا همینطور ادامه پیدا کرده و شدت و ضعف داشته. آن چیزی که باعث چون هیچ کدوم اینا درست کار نمی کرده باعث خیزش شد، خیزش اجتماعی شد تو سال 57، نارضایتی جامعه بود، اخشای پایینی جامعه و طبقه کارگر در نهایت شیر نفت و بست و به هر حال حکومت سازش توسط سرمایه‌داری جهانی جایگزین حکومت شاه شد. حکومت مذهبی که نقش داعش رو انجام بده در منطقه، در واقع سرچشمه داعش و غیره، همان گونه که داعش ایران که الان به وجود آوردن، خودشون برای دولت اسلامی رو در منطقه بخوان به شکلی به وجود بیارن، جلوگیری از رشد سوسیالیسم و طبقه کارگر. اینها به هر حال وظیفه شون این بوده که اتفاقا اینا رو تخریب کنن. وظیفه این بوده که توی 35 سال به اصطلا نتن کمر اون بخش تولید داخلی که باز مونده بود از بخش در بخش کشاورزی مثلا، در بخش تا حدود معادن و بخش خدماتی مقدار، تمام این چیزها رو به اصطلاح این بخش‌ها رو دچار فلج و فروریزی و در واقع از همپاشی و کلپس کردن. اینه که حالا پس بر چی حکومت میکنن؟ حالا میشه بر ویرانه حکومت کرد. اینها درآمدشون از راه به اصطلاح همین واردات و دلالی و اینا عمدتاً به وجود میاد، چه فروش کالایی که هنوز وجود داره مثل نفت و غیره به بیرون و دلال کالای چینی و غیر و غیر شدن و به اصطلاح در خدمت روسا قرار گرفتن، در خدمت اولیگارش‌های روس قرار گرفتن و غیره، به این شکل حکومت رو ادامه میدن. و همین دلیل حکومت از پشتیبانی اون به اصطلاح دولت‌های سرمایه‌داری جهانی برخورداره که نیفته، چون نیاز بهش دارن. حالا ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اگه توضیحاتی که لازمه و مثلا جا افتاده رو در این دقایق بله آخر. فقط همون بحث شما اشاره کردن در رابطه با طبقه توضیح داده بشه، ما همه چی رو تقریبا تا حدود این نکات بله. مهم رو اشاره کردیم و شاید بسیاری از نکات مهم هم فرصتی نشد در این دوره 12 برنامه بگیم. این برنامه شاید پایان این دوره باشه، دوره بخش نقد اقتصاد سیاسی باشه. بعد نیست به خیلی فشرده به طبقه اشاره کنیم. بله. طبقه وقت میگن طبقه کارگر یعنی چی یا طبقه سرمایه داری؟ من در این کتاب نقل قول از کارل پولانی آوردم. کارل پولانی که یک در واقع یک انسان اندیشمنده میشه گفت، گرایش خودش سوسیالیست میدونست، به مارکس وفادار بود تا حدودی، ولی یک دیدگاه جدیدتری هم، یک دیدگاه هایی هم اشاره کرد که حالا در تقابل آنچنان با مارکس نبود، ولی تعریف جدیدتری بود از اینکه کارگر چرا به کارگر اساسا چه پدیده است. اشاره میکنه، البته از مارکس این چیزم میگیره، از مارکس این ایده رو میگیره که کارگر اساسا کالایی است مجازی. یعنی چی؟ یعنی کالای واقعی نیست، کارگر کالا نیست، سرشتن. از یه طرف میبینیم نیروی کار کالاست. آیا این در منافات با صحبت مارکس نیست؟ یا اصلا کارگر واقعا میبینیم کالاست، پس وقتی که نیروی کارش کالاست، یعنی خودش هم کالاست، مثل کالا خرید فروش میشه. ولی کارپولانی باز به درستی از مارکس ایده میگیره که ولی این یک انسان نوعی بوده. اولش صحبت بود انسان نوعی، اشاره کردیم در یک انسانی بوده که کالا نبود، از اول خرید فروش نمی شده. وقتی که انسان‌های کمونی مشترک زندگی می کردن، مناسبات طبقاتی نبوده، طبقه وجود نداشته، بنابراین این انسان‌ها با هم به صورت مساوی برابر، زنان در واقع در شورا نقش اصلی رو داشتن و جامعه رو هدایت میکردن. زنانی که کاشف مثلا کشت و زر بودن، گندم و زراعت های دیگر، بافندگی، نگهداری، هدایت جامعه در اختیارشون بوده. در این شرایط انسان کالا نبوده. چه موقع انسان کالا میشه؟ سرشتن، یعنی ذاتن، یعنی طبیعتن کالا نیست انسان.
چی میاره که زن رو تبدیل میکنه به کالا برای خرید و فروش و انسان رو و کارگر رو و کودکی کار خیابان رو؟ این طبقات هست، مناسبات طبقاتی هست. این مناسبات طبقاتی آدمایی که سرشتن کالا نبودن تبدیل میکنه به کالا. بنابراین طبقه کارگر کالای مجازی است. این کارپولانی میگه چون تولید نشده، درسته نیروی کار تولید میشه ولی از اول تولید نشده برای کالا. خب این کارگر وقتی میبینه مثل کالا باش برخورد میکنن، به جنبش در میاد، به شورش در میاد، اعتراض میکنه، چون مثل کالا تحقیر شده، زیر ستم، هر کاری باش روست داره. به احتمالاً فرصت نیست، من خلاصه میکنم. چقدر فرصت هست؟ دقیقه آخر. به طور کلی برای که طبقه کارگر یا طبقه مفهومن کسانی که در یک طبقه قرار میگیرن که در تولید، در مالکیت ابزار تولید، در توزیع نهایی که تقسیم میشه بینشون نقش مشترکی داشته باشن. کارگرا همه آنانی که فاقد ابزار تولیدن، همه آنانی که مثل کالا باشون رفتار میشه، همه آنانی که تولید میکنند کالا رو، همه آنهایی که نیروی کارشون رو به فروش میگذارن، همه آنانی که بخشی از ارزش اضافه رو اصلی ترین رو تولید میکنن برای سرمایه داری، اینها طبقه کارگرن. ولی این تعریف کامل، این تعریف مارکس هست که تعریف کلی طبقه است. بنابراین مالکیت ابزار تولید، برخورداری از توزیع و اینها، نقششون در تولید تعیین گه. سرمایه داری هم همینطور، صاحب ابزار تولیدن، کارگر فاقد این مالکیته، نقشی در تولید ندارن سرمایه دار، فقط نشسته مدیریت میکنه یا مدیراشو به کار یه تو خودش یه جای دیگه است. توزیع نهایی رو بیشترش میبره در انباشت و غیره و غیره. بنابراین یک طبقه جداست، با این طبقه پایینی در ستیزه، آشتی ناپذیر دائم، هیچ وقت صلحی بینشون صورت نمیگیره مگر که اتحادیه کاذب هی نگرشون داره اینا رو صلح برقرار کنه. به هر حال به طور تا مدت تا موقتا، به هر حال نیروی ساز طبقه کارگر زمانی طبقه کاملی است که از چهار، در واقع میشه گفت سه نیروی اصلی برخوردار میشه. یکی نیروی سازمانی. طبقه کارگر فاقد نیروی سازمانی، یعنی سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های طبقاتیش مثل شوراها، کمیته‌های کارخانه، سندیکای واقعی و راستین، حزب کمونیستش برخوردار نباشه، طبقه نیست، طبقه کاملی نیست. اگر این طبقه از نظر نیروی ساختاریش ببینیم کجاست، کارگرها همه جا هستن ولی نیروی ساختاری اصلی طبقه تعیین کننده است که نیرو بهش میده. مثلا فرض کن در نفت، در معادن، در حمل و نقل، اینجاست که نیروی ساختاریش اونجا نهفته است، ممکن در بخشی از خدمات نباشه. خب نیروی آگاهی طبقاتی تعیین کننده ترین هست، در واقع باید کامل ترین، در واقع ضروری ترین هست، تعیین کننده ترین هست. نیروی آگاهی یعنی به طبقه بایستی به آگاهی طبقاتیش، به دانش مبارزه طبقاتیش، به فلسفه خودش دست پیدا کنه، او وقت میشه گفت یک طبقه کامل. به این دارای خصوصیات در واقع چهارگانه باشن که تعریف کردن. تشکل و بعد رهبریش میرسه. دقیقاً که اون نیروی سازمانیش میشه. با تشکر فراوان از شما بابت این برنامه و این آخرین برنامه، در واقع دوازدهم و آخرین برنامه نقد اقتصاد سیاسی بوده که به پایان این مرحله رسیدیم و خسته نباشین و میرسیم به برنامه های بعدی که سری برنامه های جدید رو آغاز خواهیم کرد. سپاسگزارم. من بینندگان گرامی سپاسگزارم از ملاحظات شما. شما هستین که این برنامه رو بهتر و بهتر میسازید. روزهای خوبی داشته باشید. بله، با تشکر از بینندگان گرامی، امیدواریم که همینطوری که همیشه فعال بودین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون میذاشتین، در ارتباط با این برنامه و برنامه های دیگه و حتی برنامه های قبلی نظرتون رو بدین و در رابطه با در آخر در رابطه با آرشیو برنامه لازم یک نکته گفته بشه که برای تلویزیون حزب کمونیست ایران یک سایت جدید در حال راه اندازی، این تقریبا بیشتر کاراش انجام شده، کارهای فنی جزئیش مونده، به همین خاطر برنامه های
حزب تلویزیون حزب کمونیست ایران هنوز روی آرشیو نیست و از جمله برنامه های جهانی کتاب، و امیدواریم که هرچه زودتر این کار به سرانجام برسه و تمام برنامه های تلویزیون حزب کمونیست ایران و از جمله برنامه جهانی کتاب در آرشیو در اختیار همه شما قرار خواهد گرفت. امیدواریم که هفته های خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.